بر اساس گزارش ها در استان سرپل در شمال افغانستان هزاران تن از عاشقان ما حسین علیه السلام راه پیمایی انجام داده و شعار لبکی لب حسین سر دادند امسال اما به دلیل سلطه گروه طالبان و وضع محدودیت ها شیعیان افغانستان کمتر توانستند در مراسم های شرکت کنند همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. شیعیان افغانستان با وجود فقر شدید و بحرانهای موجود و وضع محدودیت از سوی گروه طالبان مراسم اربعین امام حسین علیه السلام و یاران با را گرامی داشتند. بر اساس گزارش ها در شماری از مساجد حسینی های کابل پایتخت استان‌های مرکزی و شمالی هزار نشین این کشور به روز چهارشنبه شنبه پانزده شهریور مراسم های اربعین حسینی برگزار گردید. همچنین قرار است امروز پنجشنبه هم در شماری از حسینیه ها و مساجد مراسم هایی به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام برگزار شود. اینجا در استان سرپل در شمال افغانستان هزاران تن از شیعیان و عاشقان امام حسین علیه السلام به مناسبت اربعین حسینی در حرم امامزاده یحیی گرد هم آمدند و مراسم عزاداری برپا کردند. راه پیمایان حسینی در حرم امامزاده یحیا ندای لبای که یا حسین سر دادند و بار دیگر اهداف قیام آشورای امام حسین علیه السلام را زنده کردند. راه پیمایان حسینی در حرم امامزاده یحیا مورد استقبال گرم مردم محل و خادمان این امامزاده قرار گرفتند. نوه خانی و سین زنی برپایی موکب و اهدای نزورات در حرم امامزاده یحیی بخشی از برنامه های ویژه اربعین در این زیارتگاه بود. شیعیان افغانستان در حال اربعین حسینی را گرامی می‌دارند که بحران های سیاسی، فقر و گرسنگی بیشتر از گذشته دامنگیر آنان شده است. تا جایی که بسیاری از خانواده ها حتی توانایی تهیه سه غذای کافی در روز را ندارند. با این وجود اما شیعیان و عاشقان امام حسین علیه السلام همواره در اعتقادات مذهبیشان پایبند بوده و سنت های مذهبی را در هر شرایطی اجرا نمودند. مراسم های ازاداری امام حسین علیه السلام در ماه محرم و پس از آن ماه سفر و عربین حسینی از مهمترین مراسم هایی هستند که شیعیان افغانستان داشتند. ماه محرم امسال تحت سلطه ی گروه طالبان در افغانستان یکی از خونین ترین آشورا برای شیعیان افغانستان بود. گروه طالبان در آشورای امسال سختترین شرایط و محدودیت ها را علیه شیعیان این کشور وضع کردند. حتی در چندین مسجد کابل و در استان غزنی علیه عزاداران حسینی شلیک کردند که بر اساس گزارش ها چهار تن از شیعیان در اثر تیراندازی مستقیم طالبان به شهادت رسیده و چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه